این تصویر نمای از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ است. ولایتی که در جریان سال 1394 هجری خورشیدی گواه بازسازی ها و نوسازی ها بوده است. در جریان امسال 334 پروژه همگانی به ارزش 550 میلیون افغانی در ولایت بلخ به بهره برداری سپرده شدند. حدودا 56 هزار فامیل که تقریبا 400 هزار نفوس ولایت بلخ میشه از این به شکل مستقیم مستفید شدند. در جریان امسال نزدیک به 600 هزار دانش آموز در ولایت بلخ توانستند که درس بخوانند. 49% از این دانش آموزان دختران هستند. بر بنیاد گفته های مسئولان معارف بلخ، این دانش آموزان در 593 مکتب آموزش میبینند و تمامی این مکتب ها برای دانش آموزان باز بودند. 183 مکتب ما فاقد تعمیر است و مکاتب ما که تعمیر هم داره متاسفانه او را ما مکفی نمیدانیم، به دلیل از اینکه ما تا هنوز برای 50% شعبات درسی ما در کل در ولایت بلخ تعمیر نداریم. در جریان امسال برای نخستین بار قرارداد ساخت یک شفاخانه ویژه نسایی ولادی با هزینه بیشتر از 15 میلیون یورو با کشور آلمان امضا شد. این مرکز بهداشتی دارای 320 بستر خواهد بود که قرار است تا 3 سال آینده به بهره برداری سپرده شود. آماده ساختن یک پروژه بسیار کلانی که هزینهش 15 الی 18 میلیون یورو هست، یعنی ساختن یک شفاخانه برای بخش نسایی و ولادی هست که تمامی کارهایش در جریان سال 94 پروسس شد. با این همه سال 1394 هجری خورشیدی سال پرچالش برای زنان در بلخ بوده است. رئیس دادستانی منع خشونت در برابر زنان در بلخ میگوید آمار خشونت ها در برابر زنان در این ولایت افزایش یافته است. از ماه حمل تا فعلا ما 25 قضیه قتلای ناموسی داشتیم و 20 قضیه تجاوز جنسی داشتیم و 72 قضیه آزار و اذیت و لتکوبی داشتیم که خوشبختانه متهمینش به جزای اعمال خود رسیده. بلخ با وجود آن که در 9 سال گذشته آری از کش کوکنار بود، اما در جریان امسال شماری از کشاورزان این ولایت به کش کوکنار روی آوردند. متاسفانه امسال در قرارداد ولسوالی چمتال چاربولک ما مواد مخدر زرع شده و این هم به خاطر بوده که دمی اواخر چندین بار بعض عملیات ها و یا مصروفیت هایی که با مخالفین داشتیم در قوای امنیتی ما مصروف شدن، اکثرا در دو سمت ولایت بلخ در سرپل و کندوز. در اینجا ما یک اندازه نظارت بخش امنیتی ما در ساحات خودشان ضعیفتر شد نسبت مصروفیتشان در ولایت همجوار. امسال بلخ گواه 3 رویداد هراس افگنانه نیز بود. حمله بر دادستانی بلخ، آماش قرار دادن قنصلگری هند و حمله انتحاری بر موتر حامل ارتشیان در ولسوالی دهدادی از مهمترین رویدادهای هراس افگنانه در جریان امسال بود. مسئولان امنیتی بلخ میگویند در این رویدادهای هراس افگنانه بیش از 20 تن کشته و 95 تن دیگر زخم برداشتند. بیشتر قربانیان این خشونت ها غیر نظامیان بودند. در هر ماه ما دو عملیات داشتیم. این ضرب 12 کنین 24. این چیزی است که پلان شدگی است. اما این که ما دفعتن دشمن آمده و ما عملیات برش تدابیرش گرفتیم و رفتن و یارای از این نداشتن روبرو به جنگن سر یک پوسته ما آمده. این دیگه اگه حساب کنیم از صدام زیاد است. در جریان امسال تا محمد نور سرپرست ولایت بلخ دو بار لباس نظامی پوشید و برای مهار کردن فعالیت های طالبان به ولسواله های آسیب پذیر این ولایت رفت. او برای نخستین بار حضور داعشیان را در این ولایت تایید کرد و از تلاش های آنان برای نفوذ در شمال کشور سخن گفت. هر دو جریان افراطی و به اصطلاح انسان کش و آدم کش ها تلاش داشتن که در این دره استراتژیک و پیچیده که بعد از او باز فعالیتش سری ولسوالی کشیده می آمد، از او بعد باز ولسوالی شولگرد، طبعا در تمام ولایت بلخ نارامی را ایجاد میکنه تا در ولایت اطراف میتونستن در ایسو سمنگان و اطراف ولسوالی مربوط به سری پل. امسال آهنگ رشد اقتصادی در بلخ کند بوده است.
180 کارخانه تولیدی و گونه نیمه فعال در آمدند و صدها کارگر این کارخانه ها بیکار شد. ناامنی، نبود بازار برای فروش فراورده های این کارخانه ها، نبود جای مناسب و نیروی برق از عوامل رکود کارخانه های تولیدی در بلخ گفته شده. در آخرین روزهای سال، شهرک مولانا جلال الدین محمد بلخی در ولسوالی بلخ با هزینه 500 هزار دلار آمریکایی از کمک ترکیه و بهره برداری سپرده شد. در این شهرک 28 خانه برای کسانی که جایدادهایشان را در بازسازی مدرسه پدر مولانا از دست داده بودند ساخته شده است که کلیدهای این خانه از سوی عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و مالکان آنها سپرده شده است.